کتاب مهار فکر شفای زبان 30 روز روزه زبان دکتر مژده شیروانیان. روز چهارم تعارف. زیرا در زبان ایشان راستی نیست، زبانهای خود را جلا می دهند. مزمور 5 آیه 9. نامها و روشهای دیگر بروز این بیماری. رودربایستی، تظاهر و ظاهرسازی، تشویقهای بی اساس و دور از حقیقت، درویی و ریا. اصرار بر تقدم بزرگترها یا کسانی که مقام اجتماعی برتری دارند در هنگام ورود به محفل یا منزلی تنها یک نمونه از تعارف‌های گوناگون کلامی است که ما به آگاه یا ناخودآگاه به جا یا بی جا در مناسبات روزانه خود به زبان می آوریم. رعایت برخی از این شئونات اجتماعی در فرهنگ‌های مختلف، به خصوص در فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، نه تنها نکته منفی و ناهنجاری جامعه محسوب نمی شود، بلکه به عکس از فضیلت‌ها و هنجارهای فرهنگ ما شمرده می شود. با این وجود به عنوان مسیحیان ایرانی باید به یاد داشته باشیم که تعارف بیش از حد آمیخته به تظاهر و درویی می تواند به آسانی تبدیل به یکی از بیماری‌های روحانی زبان شود. در این نوع تعارف است که دروغ و ریا و از نگاه ایرج میرزا حتی تبعیض در جامعه به ظاهر مؤدبانه و محترمانه صورت کریه خود را پنهان می کند و کم عمقی در رابطه های اجتماعی و بیعتمادی و سوء تفاهم در رابطه های فردی را برای ما به ارمغان می آورد. فرض کنیم از دوستی خواهش کرده ایم چیزی برای ما خریداری کند. هنگام پرداخت وجه خرید اصرار می کند که قابلی ندارد. چیز با ارزشی نبود و به هیچ وجه پول آن را قبول نمی کند. نتیجه چه می شود؟ آیا به این وسیله دوستی و صمیمیت ایجاد می شود؟ خیر، بلکه به عکس نتیجه این خواهد بود که به حرف دوستمان اعتماد نکنیم و در آینده ولی آنکه به کمک او نیاز داشته باشیم چیزی از او نخواهیم. یا فرض کنید دوستی از ما دعوت می کند برای صرف عصرانه مختصر به کلبه محقر او برویم. اما در کمال تعجب می‌بینیم بر سر میز لااقل 4 نوع غذای رنگ و وارنگ چیده شده است. بعد هم اصرار دارد که چیزی نخورده ایم و داریم منزل او را با شکم گرسنه ترک می‌کنیم. نتیجه چیست؟ ما مدیون می‌شویم که چه بتوانیم و چه توانایی آن را نداشته باشیم با سفره رنگین‌تر محبت او را جبران کنیم. با اجازه و بفرمایید و به روی چشم مسلسلوار بر زبان ما جاری است، اما انتظار نداریم دیگران این تعارفات را جدی بگیرند. حتی در بسیاری از مواقع این عبارات تنها تشنگی ما به جلب توجه دیگران و نیاز شدید ما به احترام متقابل را برملا می سازد. حال ببینیم کلام خدا در مورد تعارف چه می گوید؟ یک مسیحی ایرانی چگونه می تواند با الگوی تعریف شده تعارف که با فرهنگ اجتماعی او تنیده شده از کنار بیاید؟ در مقوله تعارف، مرز بین رعایت ادب، احترام و محبت از یک سو و بی‌ادبی، بی‌اعتنایی، گستاخی و درویی از سوی دیگر برای ما ایرانیان چگونه مشخص می‌گردد؟ روی مثبت سکه تعارف. نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که یک روی سکه تعارف احترام، تشویق، محبت و مهربانی به دیگران و اظهار فروتنی است. در مورد این روی سکه کلام خدا صریحاً به ما فرمان می‌دهد که نه تنها همگان را حرمت کنیم، بلکه حتی در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیریم. همچنین از ما خواسته شده است که زبان خود را برای تشویق، بنا و تقویت یکدیگر به کار ببریم. محبت و بردباری و مهربانی نیز باید شاخصه یک مسیحی باشد. فروتنی و رفتار ملایم ثمره کار روح القدس در فرد مسیحی است و یک ایماندار نه تنها در سخنان خود با دیگران، بلکه در هر حال باید فروتنی پیشه کند و دیگران را از خود بهتر بداند. غلاطیان 5:22 و فیلیپیان 2:3. به طور کلی جنبه‌های مثبت سنت تعارف در این آیه خلاصه می‌شود که همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. کلسیان 3:12. روی دیگر سکه. اما مشکل تعارف در این است که اولا در بسیاری از موارد احترام تبدیل به دروغ محترمانه می‌شود. ثانیاً آنچه باید باعث بنا و تشویق شود آنقدر بی اساس و سطحی و توخالی است که نه تنها هیچ اثر ماندگار روحانی بر روی شنونده نمی گذارد، بلکه به عکس
باعث به وجود آمدن سوء تفاهم و برداشت‌های نادرست می‌شود. موزل سوم تعارف این است که محبت تعارفی و زبانی یا جدی گرفته نمی‌شود و یا از آن بوی ریا و دورویی برمی‌خیزد و بالاخره گاه آنقدر گفتار و حتی رفتار ما آمیخته به تعارف است که نمی‌توانیم منظور واقعی خود را به دیگران انتقال دهیم. و نتیجه این می شود که هم دیگران را دچار سوء تفاهم می کنیم و هم به خودمان ضرر و زیان می رسد و اون وقت به غلط چنین نتیجه می گیریم که دیگران از محبت و فروتنی ما سوء استفاده کردند. پس روی دیگر سکه تعارف دروغ، دورویی و ریاست. همین جنبه تعارف است که ما مسیحیان ایرانی باید مواظب آن باشیم تا مبادا لباس شفقت و مهربانی و فروتنی و ملایمت خود را آلوده به کذب و دورنگی و سوء تفاهم بسازیم. حال هر یک از این چهار معضل فوق را در زیر به اختصار بررسی خواهیم کرد. دروغ و کذب در تعارف. احترام و ادب به جای خود، اما آیا حتما باید برای ادای احترام به کلمات و واژه‌های مبادی آداب و تعارفات و تشریفات اجتماعی متوسل شد که حاوی ادعاهای کذب، واهی و غیر قابل انجام است؟ آیا بهتر نیست احترام ما به جای اینکه به طور مقطعی و کوتاه و در قالب چند کلمه از پیش تعیین شده تعارف خود را نشان دهد، همواره در رفتار و گفتار حاکی از احترام و ادب به همگان بروز کند؟ آیا بهتر نیست در کلماتی که اتوماتیک وار در مناسبات خود به کار می‌بریم تجدید نظر کنیم و بسنجیم که کدام یک از آنها بی مفهوم یا حتی دروغ است؟ و با تمرین و انضباط روحانی آن را با واژه‌های مناسب و صحیح جایگزین کنیم. مدتی پیش تصمیم گرفتم به هنگام همدردی با بیماران این تعارفات را کنار بگذارم که خدا بد نده، چون طبق ایمان خود می‌دانم که خدا هیچ وقت به کسی بد نمی‌دهد. در عوض کوشش کردم یاد بگیرم که همدردی و محبت خود برای دردمندان را با لغات پرمعنی که مناسب حال و شخصیت و وضعیت آنان باشد نشان دهم. به یکی میگویم آیا کاری از دست من ساخته است؟ برای دیگری ممکن است بتوانم غذایی درست کنم و به خانه او ببرم و یا از کودکان دوستی مراقبت کنم تا حالش بهتر شود. اما حتی در این موارد هم باید مواظب باشم که به قول معروف تعارف آب حمامی نکنم. یکی از دوستانم تعریف میکرد که مدتی پیش از یک آنفولانزای شدید رنج می برد، به طوری که چندین روز در بستر بیماری افتاده بود. یکی از دوستانش که در نقطه مخالف شهر زندگی می کرد به او تلفن کرده بود و گفته بود که می خواهم برایت سوپ مفصلی درست کنم، اما چون ماشین ندارم خودت بیا و آن را به خانه ببر. برداشت‌های نادرست در تعارف. ایجاد سوء تفاهم و باورهای نادرست در شنونده یکی دیگر از جنبه‌های منفی تعارف است. به عنوان مثال، بارها پیش آمده که واقعاً به کمک نیاز داریم، اما وقتی کسی دست یاری به سوی ما دراز می‌کند، با تعارف آن را کنار می‌زنیم. در موارد دیگر برای اینکه دیگران را خوشحال یا تشویق کنیم، از کلماتی بیهوده و دور از حقیقت استفاده می‌کنیم و تصور می‌کنیم که مثلا با تشویق‌های خود آنها را بنا کرده‌ایم. تشویق تاثیرگذار بسیار متمرکزتر و مشخصتر و متمایزتر از کلمات پیشبینی شده است که ما در تعارف به کار میبریم. در اوایل زندگی ایمانی هم روزی در جلسه ای در مورد بیداری روحانی صحبت میکردم. با وجود اینکه وقت زیادی برای آمادگی صرف کرده بودم، در هنگام صحبت بسیار نگران و مشوش بودم. در نتیجه بسیاری از نکته ها را فراموش کردم، کاغذهایم را قاطی کردم و از هر گوشه آیه‌ای آوردم. ضمناً در حین صحبت بسیار طولانی هم متوجه شدم که چند نفر از خانم ها به خواب رفتن. بعد از جلسه یکی از آن خانم های خواب‌آلود پیش من آمد و گفت چه صحبت بی‌نظیری روی من خیلی تأثیر گذاشت. مگر اینکه تأثیری که او از آن صحبت می‌کرد تأثیر قرص خواب‌آور بود، چون از تأثیر بیداری روحانی خبری نبود. چند روز بعد یکی دیگر از دوستانم به من تلفن کرد و گفت از درسی که در مورد بیداری روحانی دادی بسیار متشکرم. میدانم که تو چقدر مشغول امتحانات هستی، ولی با این حال معلوم بود که وقت زیادی برای آماده کردن آن مطالب صرف کرده بودی. همچنین واقعا تو رو تحسین میکنم که برای صحبت در این جلسه داوطلب شدی، چون با وجود اینکه مدت زیادی از ایمانت به مسیح نمیگذرد، حاضر هستی با همان چیزهایی که آموخته‌ای او را خدمت کنی. تشویق این زن بسیار مشخص و متمرکز بود. بدون هیچ تعارف و تملق
و باعث شد که من وقت بیشتری برای آماده کردن دروس بعدی بگذارم و از صحبت کردن در جلسات تفره نروم و بدانم که با رشد ایمانی قابلیت انجام این خدمت را به طرز بهتری پیدا خواهم کرد. همچنین تشویق او باعث شد که من به سخنان این زن که از بلوغ مسیحی بیشتری برخوردار بود اعتماد کنم و از او در نحوه تهیه دروس و فن صحبت کمک‌های ارزشمندی بگیرم. در دیوان فیضی شعر زیبایی در این رابطه است که میگوید: فیضی از عشق بگو نکته خاص که دلم از سخن عام گرفت. ریا و تزویر در تعارف. خطر دیگری که در قالب تعارف یک مسیحی را تهدید می‌کند، دورویی و دورنگی و ریا است. در زبان چاکر و مخلص و نوکر و قربان و ارادتمند کسانی هستیم که یا به درستی آنها را نمی‌شناسیم و یا در عمل برایشان تره هم خورد نمی‌کنیم و حتی چه بسا خصومت‌های دیرینه و حل نشده‌ای از آنها به دل داریم. جامی چه زیبا این را شرح داده است: قالب تو رومی و دل زنگی است، رو که نه این شیوه یک رنگی است. با دل رومی دل زنگی که چه، رنگ یکی گیر دورنگی که چه. رنگ دورنگی به دورنگان گذار، زان که دورنگی همه عیب است و آر. کلام خدا صریحاً به ما میگوید که از لحاظ کیفیت محبت ما باید بی‌ریا باشد. اظهار محبت و دوستی و مهربانی باید از محبتی صمیمی و یک رنگ حکایت کند که میزان آن به تناسب عمق دوستی است و جای پیشرفت و ازدیاد برای خود می‌گذارد. چنین اظهار محبتی به خود و دیگران نیز اجازه می‌دهد که در کمال صمیمیت، محبت، اعتماد و تحمل، دلخوری‌ها و ناراحتی‌ها را در محیطی امن و مملو از دوستی و بخشش مسیحی ابراز کند و بپذیرد. ضرر و زیان در تعارف. فردی را می شناختم که با کارفرمای خود در مورد حقوقش مذاکره می کرد. پس از بررسی ساعات کاری و شرح وظایف او، کارفرما مبلغی را به او پیشنهاد کرد و از او پرسید که آیا او با این مبلغ موافق است یا خیر. این شخص با تعارفاتی مثل هرچی کرم شماست از سرم هم زیاد است و لطف دارید، نتوانست عقیده خود در مورد کافی نبودن مبلغ پیشنهادی را با قطعیت به کارفرمای خود ابراز کند. نتیجه این شد که او از همان ابتدا روحیه‌ای دلخور و گله‌مند پیدا کرد و پیش خود تصور می‌کرد که از فروتنی و ادب او سوء استفاده شده، در حقش اجحاف شده و حقوقی که شایسته زحمت اوست به او داده نمی‌شود. این شخص هنگام کار همیشه ناراضی بود. ما ایرانیان خوب می‌دانیم که تعارف آمد و نیامد دارد. تعارف سبب می‌شود که با اصرار بیجا خود یا دیگران را تحت فشار بگذاریم تا کاری انجام دهند که موجب ضرر و زیان است. دیگران مراهم را به زور و اصرار به منزل دعوت می‌کنیم و بعد در چهاردیواری خصوصی خود قرقر و شکایت می‌کنیم که هیچ کس موقعیت ما را درک نمی‌کند و مزاحم‌ها لحظه‌ای ما را به حال خود نمی‌گذارند. کسی بیماری قند دارد اما با اصرار از او می‌خواهیم که شیرینی میل کند و اگر نخورد طعنه می‌زنیم که نترس، نمکگیر نمی‌شوی. طرف مقابل نیز برای اینکه روی ما را زمین نزند و ما را دلخور نکند و از آنجا که احتمالاً خود نیز اسیر تعارفات به ظاهر مؤدبانه است، مجبور می‌شود به بهای سلامت خود ما را خوشنود کند. کلام خدا در این مورد به ما فرمان داده است که بله شما همان بله باشد و نه شما نه، زیرا افزون بر این شیطانی است. متی 5:37. فرهنگ مسیحی ایرانی می‌باید با این شاخصه‌ها شناخته شود، نه اینکه زبان یک چیز بگوید و دل چیز دیگر. کاش همه می توانستیم شهادت دهیم که من با تو یک دلم، سخن و قول من یکیست، این از قول من که شنیدی سخن یکیست. دیوان حلالی. و بالاخره تعارف با خدا. و اما تأسف بارترین نوع تعارف، تعارفاتی است که ما در دعا و پرستش به خدا ابراز می کنیم. کلمات پرزرق و برق و پرجلالی که ممکن است بیشتر دانش ما در کنار هم قرار دادن واژه‌های مذهبی را نشان دهند تا ژرفای رابطه روحانی ما را به معبود. کلام خدا آشکارا به ما نشان می‌دهد که پدر آسمانی ما جویای چه نوع پرستندگانی است، آنانی که او را در روح و در راستی پرستش می‌کنند. یوحنا 4:24. نه آنانی که با لغات زیبا به هنگام عبادت به او ابراز ارادت می‌کنند، اما در عمل این سخنان از حد تعارف فراتر نمی رود. در عبادت
در عبادت خود را بر روی مذبح او می گذارن، اما در منزل هرچه خود میل دارن انجام می دهن. مزمور نویس در مزمور 17 از خدا تقاضا می کند که فریاد او را بشنود و تنها صلاحیت خود را در ابراز این دعا در این می داند که دعایش از لبانی بیریا می آید. آیه 1 نتیجه گیری. طبق اول قرنتیان 6:3-7 یک مسیحی باید در هر چیز شایستگی خود را نشان دهد. آنگونه که از خادمان خدا انتظار می رود، حتی در تعارف و اظهار ادب و پایبندی خود به اصول و آداب اجتماعی و فرهنگی. در این آیات، برخی از ضوابطی که در مناسبات، روابط، سخنان و قواعد نزاکت یک مسیحی حکفرماست بیان شده است. با پاکی، با معرفت، با صبر، با مهربانی، با روح القدس، با محبت بیریا، با راستگویی و نهایت با قدرت خدا. پس به طور کلی می توان گفت که تا آنجایی که تعارف حقیقت است و با ادب و احترام بر اصیل بودن سخن یا دعوت ما تأکید دارد به جا است، اما زیادتر از آن نه تنها به دروغ و ریا نزدیک می شود، بلکه به تدریج باعث از بین رفتن اعتبار سخنانمان خواهد شد. تفکر در کلام خدا. کولسیان 3:12-15 را مطالعه کنید. در مواقعی که از دیگران کدورتی داریم، آیا به عنوان مسیحی تنها وظیفه ما بخشیدن است؟ این قسمت را با افسوسیان 4:15-16 و همچنین دوم قرنتیان 6:11-12 مقایسه کنید. با توجه به این چند متن، یک مسیحی چگونه میتواند تعارف را از دروغ و دورویی در زندگی ایمانی خود مجزا سازد؟ در مسیر انضباط فکری، به عبارت‌ها و تعارف‌هایی که به عنوان عادت و ناخودآگاه به زبان می‌آورید توجه کنید و آنها را یادداشت کنید. کدام یک از آنها راست نیستند؟ کدام یک از آنها با ایمان مسیحی شما تطابق ندارد؟ به عنوان مثال، عباراتی مانند قربان شما یا الهی فدایت شوم چه لغات مناسبی را می‌توانید برای ابراز محبت و دوستی جایگزین کنید؟ تصمیم روز. اما به شما میگویم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد، زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با سخنان خود محکوم خواهید گردید. متی 12:34-36. با قدرت خدا امروز به جای تعارفات پوچ و توخالی، ادب و محبت را با راستگویی، یک رنگی، مهربانی و بیریایی در هم خواهم آمیخت. آمین.